همیهنان و آزادی خواهان ایران درود بر شما با دو موضوع در خدمت شما هستیم هشدار وزارت دفاع بریتانیا به جمهوری اسلامی اعلام جنگ رسمی با آخوندها اعتراف مسئول سابق رژیم خامنه ای تمام آبرویش را وسط آورد و از دست داد. لطفا قبل از مشروع این اخبار مهم بار دیگر از شما همراهان عزیز کیوسک میخوایم که همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. همچنین ویدیویی ببینید جدید از شش کلاسه بیابرویی که زندگی 85 میلیون ایرانی را در دست گرفته. آقایان محترم، و بانوان گرامی اخلاق اداری و اخلاق حرفه‌ای بسیار اهمیت داره اخلاق عمومی و اخلاق حرفه‌ای بسیار اهمیت داره همه ما توجه بکنیم به اینکه این اصول اخلاقی چه اخلاق اداری یا اخلاق عمومی به ویژه اخلاق حرفه‌ای که در هر حرفه‌ای اخلاقی وجود داره بسیار میتونه کارآمد باشه در جهت ایجاد انضباط مالی و انضباط اداری در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم هشدار وزارت خارجه بریتانیا به جمهوری اسلامی اعلام جنگ رسمی با خوندها چند ساعت بعد از انتشار گزارش وزارت دفاع بریتانیا مبنی بر دست داشتن رژیم خامنه ای در ارسال موشک های پیشرفته به روسیه یک مقام وزارت خارجه این کشور به جمهوری اسلامی اعلان جنگ رسمی داد و اعلام کرد ما خود را برای یک جنگ تمام آماده می کنیم این مقام هشدار داد این موشک ها می تواند به پایتخت های اروپا برسد و برای ما به معنی ورود رسمی ایران به جنگ اوکراین است. گران چاپس وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد بر اساس اطلاعات رسیده به لندن جمهوری اسلامی های بالستیک زمین به زمین در اختیار روسیه قرار داده است. شاپس در گفتگو با هفتنامه هاوس گزارش ها درباره ارسال موشک از ایران به روسیه را تایید کرد و افزود قادر به ارائه جزئیات بیشتر در این مورد نیست. او با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی تهران را به تحریک و تشدید شدید مناقشه های بین المللی متهم کرد وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به اقدام حکومت ایران در تحویل پهپادهای شاهد و موشک های بالستیک به روسیه گفت شاهد بوده ایم که هرگاه منازعی در جهان رخ میدهد ایران اغلب با آن دامن میزند به گفته شاپس تاثیرات منفی جمهوری اسلامی تنها محدود به خاورمیانه نیست و با توجه به حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو اکنون به اروپا نیز رسیده است پیش از این و در روز دوم اسفند خبرگزار رویترز به نقل از شش منبع آگاه نوشت جمهوری اسلامی حدود 400 موشک بالستیک را که عمدتا شامل موشک های کوتاه برد فاتح 110 و زلفقار بودند در اختیار روسیه قرار داده است کارشناسان میگویند این موشک های متحرک جاده ای می توانند اهدافی را در فاصله بین 300 تا 700 کیلومتری مورد حسابت قرار دهند رویترز افزود حداقل چهار محموله موشک به روسیه ارسال شده است و در هفته آینده از محموله های بیشتری ارسال خواهد شد. اعتراف مسئول سابق رژیم خامنه ای تمام آبرویش را وسط آورد و از دست داد. به گفته بسیاری از کارشناسان و ناظران تحریم این انتخابات به رقم کارزارهای گسترده انتخاباتی چیزی نیست جز مسلم شدن بیعتباری نظام جمهوری اسلامی در میان اکثریت مردم ایران. از ماهها پیش نظرسنجی ها نشان میداد که مردم دیگر اعتقادی به انتخابات در جمهوری اسلامی ندارند. به گفته علی صوفی، استاندار سابق گیلان و تعاون در دولت خاتمی انتخابات دیگر برای مردم موضوعیت ندارد وقتی در انتخابات سال 1398 و سپس سال 1400 شرکت نکردند و دیدند اتفاقی نیفتاد دلیلی ندارد که بخواهند در انتخابات 1402 شرکت کنند در این چهار سال یعنی از سال 1398 تا 1402 اوضاع بدتر شده است بنابراین نباید انتظار داشت که مردم در انتخابات شرکت کنند بر گذاری انتخابات و وجود نهادی مانند مجلس در جمهوری اسلامی از همان آغاز به معنای سهیم شدن مردم در قدرت و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود نبود زیرا شهروندان بدون گذشتن از صافی نهادهای غیر دموکراتیک نمی توانند نامزد انتخابات شوند به این حقیقت بسیاری از سازمانها و احزاب سیاسی خیلی زود و اکثریت مردم رفته رفته پی بردند و امروز حتی فراکسیون به اصطلاح اصلاح طلب رژیم نیز با سراحت تمام از آن سخن می گوید. علی صوفی و استاندار و وزیر پیشین که اکنون عضو شورای مرکزی خانه احساب است میگوید در خانه احساب همه حزبها چه اصولگرا و اصلاح طلب و چه حزبهای مستقل عضو هستند در آنجا هیچ کس نیست که بخواهد از انتخابات 1400 دفاع کند و هیچ جریانی نیست که امیدی به انتخابات 1402 داشته باشد این سخن از زبان یکی از کارگزاران وفادار جمهوری اسلامی نشانه ناکامی این رژیم در مشروعیت بخشیدن به خود از راه های به اصطلاح دموکراتیک است. در رژیم های خودکامه نهادهای ظاهرا دموکراتیک وظیفه جزی ندارند که به خودکامگی مشروعیت دموکراتیک ببخشند میزان بسیار پایین مشارکت مردم در انتخابات اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند مشروعیت مردمی و دموکراتیک به خود ببخشد تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی ناممکن بودن اصلاحات دموکراتیک را در این نظام بارها نشان داده است امروز برای اکثریت مردم ایران مسلم شده است که آنچه زمانی زیر عنوان اصلاحات از آن سخن میگفتند گفتند نوعی جفت و جور کردن دستگاه قدرت بود و حد و حدود آن را در نهایت رهبر خودکامه تعیین می کرد. در چند ماه گذشته با زمینگیر شدن نیروهای محور مقاومت رژیم یکی دیگر از منابع مهم مشروعیتش را نیز کم و بیش از دست داد جمهوری اسلامی آرمان فلسطین را از همان آغاز بنیانگذاریاش به یکی از عناصر سازنده هویتیاش تبدیل کرد چنانکه که چشپوشی از این آرمان آن را به خطر می اندازد. محور مقاومت شبکه از شپ نظامیان طرفدار فلسطینی است که جمهوری اسلامی از آنها حمایت مالی و تسلیحاتی می کند. این شبکه در برگیرنده حزب الله لبنان، گروه های شبه نظامی شیعه عراقی، انصارالله یمن، گروه های شبه نظامی سوری طرفدار بشار اسد و نیز سازمان های حماس و جهاد اسلامی فلسطین است. پس از رویداد 7 اکتبر و جنگی که میان ارتش اسرائیل و سازمان حماس در گرفت شبه نظامیان وابسته به ایران چندین بار به پایگاه های آمریکایی در سوریه و عراق حمله کردند با این حال جمهوری اسلامی جانب احتیاط را از دست نداد و از درگیری آشکار و مستقیم با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل خودداری کرد ساکنان نوار غزه و به طور کلی فلسطینیان با دیدن بیعملی جمهوری اسلامی در جنگ کنونی به این نتیجه رسیدند که از این پس نباید امیدی به پشتیبانی جمهوری اسلامی داشت. نتیجه باشند نتیجه جنگ میان حماس و اسرائیل هر چه باشد به هر حال محور مقاومت دیگر معنای خود را از دست داده است و جمهوری اسلامی از این منبع مشروعیت نیز محروم شده است به همه این ناکامی ها باید ناتوانی و ناکامی جمهوری اسلامی را در بهبود وضع اقتصادی مردم و به طور کلی ایجاد یک اقتصاد سالم افزود بر پایه پژوهش که بعضی از جامعه شناسان ساکن ایران انجام دادند امروز اکثریت مردم حتی گروه نیروهای به خودی به این نتیجه رسیدند که حکومتگران جز به منافع خود نمی اندیشند. از همین روی اعتماد خود را به نهادهای رسمی کشور به کل از دست دادند. آنان آشکارا می بینند که حکومتگران جز پر کردن جیب خود به چیز دیگری نمی و نه تنها با مردم بلکه با ثروتهای زیرزمینی و منابع طبیعی کشور مانند اشغالگران رفتار می کنند. بحران ناامیدی اجتماعی که امروز سراسر سر کشور را فرا گرفته نه نتیجه چنین وضع است خیزش سراسری جوانان پس از درگذشت محسا امینی بیان تراژیک و شکوهمند بحران ناامیدی اجتماعی بود این بحران یکی از ویرانگرترین بحران هاست زیرا نتیجه گسیختگی رشته های پیوند میان مردم و حکومت است اگر جوانان کشور به خونخواهی کشته شدن آن دختر جوان با آن شور و دلیری به پا خواستند به سبب این بود که به تجربه دریافته بودند در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی چنان فاجعه هایی هر آن میتواند روی دهد و کسی هم پاسخگو نباشد بحران مهاجرت نیست که پس از فروکش کردن جنبش زن زندگی آزادی شدت گرفت نتیجه سرراست بحران ناامیدی اجتماعی است این مختصر تنها گوشه ای از کارنامه جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته است جمهوری اسلامی حتی به گواهی کارگزارانش سرچشمه های مشروعیتش را چه در داخل و چه در خارج از دست داده است. همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری از کانال کیوسک رسیدیم. فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسک. پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید.